ایلان ماسک به مراسم تسلا AI از یه ربات شبیه انسان معرفی کرد که به قول خود ایلان ماسک تمام تکنولوژی ماشین های تسلا رو گذاشته توی این، فقط قیافه شبیه انسانه. اما شما قبلش این ویدیو رو ببینید تا ببینیم مثلا با چی طرفیم. سلام، من کوروش هستم. توی ویدیوی دیجیتک امروز میخوام راجع به تسلا بات صحبت کنم، یکی دو روز تاخیر، چون چند تا ویدیو خیلی مهم داشتیم که بعد واسهتون اول اونا رو پخش میکردیم. الان نوبت رسیده به تسلا بات، یه رباتی شبیه انسان که به قول خود ایلان ماسک خیلی فرندلی و دوستانه است و کارش هم اینه که کارهای خطرناک حوصله سربر تکراری رو انجام بده. دستش هم شبیه انسان تازه. پس بریم از تسلا بات واسهتون بگم. خب شاید باورتون نشه که یکی بیاد ربات رو اینجوری معرفی بکنه، اما این دقیقاً این حرفایی که ایلان ماسک مراسم تسلا AI برای معرفی ربات تسلا بات انجام داد. تازه میگه که این ربات خیلی راحت دستورات انسان رو اجرا میکنه، یعنی شما کافیه بهش بگی که فلان پیچو بردار، با فلان آچار ببند رو فلان ماشین، این میره واسه شما انجام میده این کار. یا مثلا یه لیست بهش بدی بگی برو اینا رو از سوپرمارکت سر کوچه بخر. تازه این جوریه، یعنی کلا این هدف این ربات اینه. خب این کارهایی بود که ایلان ماسک میگفتش که این تسلا بات انجام میده، یعنی یه مثالای خیلی ساده از کارهایی که تسلا بات انجام میده رو زد. ولی یه چیزی که توی اسلایدا بود و این نگفت اینه که انجام کارهای خطرناک تکراری حوصله سربره، که ایلان ماسک مثالی واسش نزد. من پیش بینی میکنم یا تصور میکنم منظورش مثلا کار توی شرایط خطرناکه، مثلا تو معدنه، نمیدونم توی کوره آهنگری، یه چیز تو اینجاست. تو بستگی به حالا جنس خود این تسلا بات هم داره. حالا راجع به مشخصات فنیش ذره واسهتون صحبت کنم. کلا 170 سانت قدشه، 56 کیلو هم وزنشه، یه ربات فیت مشتیه. کلش یه نمایشگر داره که توش 8 تا دوربینه. این دوربینا به این تسلا بات کمک میکنن که محیط اطرافش رو قشنگ اسکن بکنه و موقعیتش رو پیدا کنه. و نکته جالب اینجاست که دقیقاً همون دوربیناییه که روی ماشینای خود تسلا هم هست. یه تکنولوژی هم داره که الان اسمش رو بهتون میگم، از تکنولوژی شبکه‌های عصبی چند دوربینه یا مولتی کم نورال نتورک استفاده میکنه که قشنگ ببینه کجاست دیگه. خیلی چیز خفنیه و هوش مصنوعی خیلی مشتی هم داره. البته لیست این تکنولوژی به کار افتاده توی تسلا بات خیلی زیاده. یه دونه از ویژگیاش اینه که یه سیستم داره به اسم اوتو لیبلینگ یا سیستم برچسب‌گذاری خودکار، که مثلا توی محیطی وارد میشه، اینور اونور نگاه میکنه، تشخیص میده اونجا مثلا استاد نشسته، اونجا استاده نشسته، اونجا کوروشه، نمیدونم یه درخت اینجا داریم، نوع درخته چیه، این داستانا. یا به کمک هوش مصنوعی میتونه برای کاراش برنامه‌ریزی کنه، یعنی یه هوش مصنوعی داره، اولویت بندی میکنه کاراشو و برنامه‌ریزی میکنه. یا از این بهتر اینه که به کمک شبکه عصبی و سیستم این تخصصی آموزش هوش مصنوعی خود تسلا به اسم دوجو میتونه کارهایی که بلد نیست و به خودش آموزش بده و کلن حال کنه دیگه. یه چیزی مثل جنرال ای آی. اگه نمیدونید جنرال ای آی چیه، یه ویدیو راجع به هوش مصنوعی و انواعش و کارهایی که انجام میده و چی به چیه درست کردم، لینکش میذارم این بالا. بعد از این ویدیو برید اونو ببینید که ببینید اصلا هوش مصنوعی چیه و تسلا چجوری ازش استفاده میکنه. کل سی پی یو پرزندش هم سیستم اف اس دی مال خود تسلا، دقیقاً همون سی پی یویی که توی یعنی همون مجموعه پردازنده‌ای که توی ماشین‌های تسلا به کار رفته. اسمشو درست گفتم؟ آره، FSD. مورد بعدی دستای این تسلا بات است. یعنی ایلان ماسک خیلی تاکید داشت که این دستاش دقیقاً 5 تا انگشت داره و این موتورهای حرکتی انگشتاش عین انسانه. یعنی قشنگ شما می‌تونی کیف اونجوری بدی دستش واسه خودش حرکت کنه، ببر اینور ببر اونور. چیز عجیبیه، یعنی خیلی تاکید داره. یه نکته دیگه هم که ایلان ماسک خیلی با شوخی کرد اینه که حداکثر سرعت این ربات 8 کیلومتر بر ساعته. یعنی خودش میگفت اگر یه روزی مجبور شید دستش فرار کنین، احتمالا میتونین مثلا بدوین، نمیرسه بهتون. و از اون مهمتر اینه که زورتون هم از این بیشتره، چون این تسلا بات کلا 20 کیلو رو میتونه بلند کنه، همینجوری اینجوری بگیره با خوش ببره. دستش دراز باشه مثلا 10 کیلو رو میتونه بلند کنه و کلا هم نزدیک 60 کیلو رو میتونه رو زمین همینجوری بلند کنه واسه، نمیتونه راه بره باشه. زورتون ازش بیشتره، قشنگ کتک هم میتونین بزنینش. البته نمیدونم جنسش احتمالاً سفت درد میگیره دستتون، ولی خلاصه که خود ایلان ماسک میگه میتونید فرار کنید از دستش دیگه. این چیز به هر حال هوش مصنوعی دیگه، ممکنه خرشیه. حالا همه این چیزایی که راجع به تسلا بات گفتم خیلی خفنه، یعنی واقعا این چیز خفنیه. یعنی وقتی ایلان ماسک معرفیش کرد همه اصلا حال کردن باش، ولی یه مقدار با واقعیت فاصله داره، چون ما یه کمپانی داریم به اسم بوستون داینامیکس که معرف حضورتون هست،
یه کمپانی حوزه رباتیک خیلی پیشرفته است، رباتش پارکورکارن و نمیدونم ملق میزنن از این کارا، و یه ربات داره به اسم اطلس که یه ربات بایپیدال یا دوپاه و به قول خود بوستون داینامیکس 10 سال طول کشیده تا بتونن اینو برسونن به جای فعلی که این راه بره و ببینم کارا این کارا رو انجام بده و ملق بزنه و پشتک بزنه و اینا، ولی تسلا میخواد اینو توی مثلا 1 سال انجام بده، چون گفته که تسلا باتو من تا سال 2022 یه نمونه پروتوتایپ یا نمونه اولیه واسهتون رونمایی میکنم که هر این کارهایی که گفتم رو انجام میده. حالا اینکه چه جوری میخواد توی 1 سال راه 10 ساله کمپانی بوستون داینامیکس با اون کپ کپ و دبدبش رو بره یه ذره عجیبه. از اون طرف یه نفر به اسم کارل بری، یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه سنترال لانکشایر انگلیس که توی حوزه رباتیک خیلی آدم فعالی و یه دانشمندی حساب میشه واسه خودش، میگه که این چیزی که تسلا معرفی میکنه تحت عنوان تسلا بات خیلی با واقعیت فاصله داره. دقیقاً جملهش اینه، میگه که خیلی با واقعیت فاصله داره، من نمیگم نباید این کارو بکنه، اما خیلی بلند پروازانه است و به نظرم بیشتر شبیه به یک هایپ خبریه تا یه کار عملی. این چیزیه که یه آدمی که تو حوزه رباتیک خیلی فعاله داره میگه، منبعش هم میذارم اینجا که خودتون برین نگاه کنین. حالا این از این، ولی کمپانی تسلا واقعا توی زمینه هوش مصنوعی خیلی پیشرفته است. یعنی شما کافی ماشینای خودران تسلا رو در نظر بگیری که از این سر آمریکا میرن اون سر آمریکا بدون اینکه مثلا تصادف بکنن. تا صبح هم میشه راجبشون صحبت کرد، اما همچنان این سیستم اتوپایلوت یا این خودرانیش یه مشکلی داره، اونم اینه که خیلی دوست داره بکوبه تو ماشینای اورژانسی که کنار خیابون پارکن. این سر همین وارد دادگاه شده، مثلا همجوری خودش میره میکوبه، مثلا یه آمبولانسی پارکه این یهو میره میکوبه تون دیگه، باگ دیگه، نرم افزار دیگه، اینجوریه. اینم یاد اون نره که ایلان ماسک قبلا وقتی داشت هایپرلوپ رو معرفی میکرد میگفتش که ما میتونیم از لس آنجلس تا سان فرانسیسکو رو تو کمتر از نیم ساعت بریم، ولی هایپرلوپ بعدا تغییر ماهیت داد، تبدیل شد به یه لوپ که یه ریل داشت، یه تسلا هم رو ریله بود و شما میتونستید خیلی با سرعت توی این لوپه حرکت کنید. این همون تونل، یعنی از هایپرلوپ رسیدیم به تونل، یعنی به احتمال اینکه این تسلا بات هم بعداً تغییر ماهیت بده هست. یعنی خیلی فکر نکنید که، امیدواریم که اینجوری نشه، ولی معمولاً تسلا عوض میکنه این وسط های چیزایی رو. آره بیا تو وقت وسط ضبط. معلومه که خوابم. در نتیجه اگه بخوایم ربات تسلا بات رو با چیزی که تا الان داریم یعنی دیدیم مقایسه بکنیم، میشه چیزی شبیه ربات سوفیا که به قول سازندش به ما اجازه میده تخیلاتمون رو گسترش بدیم و یه جورایی خودمون رو گول بزنیم که آینده خیلی نزدیکه. اینجوریه دیگه ربات. مثلا چند سواله. بفرم. به نظر شما این ربات به انسان کمک خواهد کرد؟ چک میزنه تو گوشمون معمولا. آره اینم از ربات تسلا، اگر واقعا به وعده‌اش بعد و وعید نده و عمل بکنه یه دستاورد علمی خفنه و استاد خیلی زود بیکار میشه، از شرش راحت میشیم خدا رو شکر. این از این. نظر شما راجع به ربات تسلا بات چیه؟ اصلا راجع به ربات و این داستانا و چه بلای سر شغلمون میاد و شما چی میخوای بگی؟ اوکیه آره میاد و اینا رو بگید دیگه تو کامنت ها، بنویسید نظرتون رو با لایک این ویدیو، یه چک تو گوش اسمشون عبر بزنید، با سابسکرایب 30 ثانیه به جون همه عزیزانتون اضافه بکنید تا ویدیو بعدی.